کورتیزول زیاد ترشح میشد، بدنتونم ملتهب میشد و التهاب خیلی بده برای بدن. بنابراین تو این دوره ورزش نداریم، تو این یک هفته حبوبات و الکل و سیگارم که استفاده نمی کنیم. بعد اون مکمل ثابت هم که زنفیوزه، بله مکمل این دوره زنپرایمه. زنپرایم هم اینم زن پرایم 14 تا قرص توش هست، یه دونه صبح میخورین یه دونه بعد از ظهر. ببینیم برنامه‌تون رو طوری تنظیم بکنید که 3 ساعت یک بار به بدنتون پروتئین، چربی و هیدرات کربن که میشه PFC برسونید، که بدن شما همواره در محیط آنابولیکی باشه که کمک بکنین به عضله سازی. حالا صبحانه که میخورین، البته تو این یک هفته لبنیات و مثلا این چیزا رو ندارین، چای و قهوه اینا رو رعایت میکنین و دقت میکنین که کربوهیدرات تو این یک هفته نداریم، استفاده نمیکنین. حالا ما کلن برنامه که داریم میگیم دیگه، خودتون حواستون باشه که این یک هفته اون چیزایی رو که نباید بخورین و مثلا قانون PFC که کربوهیدرات توی دوره دتاکس هست رو رعایت کنین که نخورین، حواستون باشه. ولی بعدش دیگه قانون PFC رو تو این 2 ماه باید کامل اجرا بکنین. خب پس اومدیم سراغ برنامه غذایی که بهمون میده، ممنوعیاتم که کات هست بهمون گفت، و فلش هم میشه دفع کردن یا همون سمزدایی که با زمپرایم که با آب فراوان میخوریم. یک هفته تموم شد، حالا بر حسب نیازتون 1 هفته تا 2 هفته وارد مرحله بعدی میشیم، وارد فاز دوم میشیم که خودش 3 قسمت هست: برن و اسکالپ و ریستور. برن یعنی چربی سوزه که اون مکمل پیشنهادیش زن شیپه که کمک میکنه به اینکه شما زودتر به وزن ایدئالتون برسید. اما یک ممنوعیاتش همچنان لبنیات ممنوعه، ولی گوشت و حبوبات اضافه میشه و برنج قهوه‌ای هم اضافه میشه به همراه سیب زمینی. اما ماکارانی، پاستا، نون هنوزم هسته. این دوره چربی سوزی زن شیپ دارین میخورین، اشتهاتون رو کم میکنه، شکل دهی عضلات قانون PFC رو اجرا میکنه. حالا من برای این فاز یه صبح که بلند میشین شما باید PFC رو اجرا بکنید. مثلا سفیده تخم مرغ میشه پروتئینتون. خب سفیده تخم مرغ میشه پروتئین. برای فت هم میتونیم یه قاشق غذاخوری مثلا از کره بادام زمینی استفاده بکنیم. کربوهیدراتش هم حالا اگه دوستانی یه تیکه نون میخورین یا دیگه از خانواده کربوهیدرات ها هر چیزی که میلتون میکشه. قانون PFC رو اجرا میکنیم. ساعت 10 صبح میشه 3 ساعت اول. شما میخواین ساعت 10 صبح زنفیوزتون رو بخوریم، پس ربع ساعت قبلش باید زن شیپتون رو خورده باشین. 2 تا زن شیپ میخورین صبح. خب مثلا 9:30 یا 9:30، ربع ساعت تا نیم ساعت قبل از زنفیوز. بعدش زنفیوزتون رو میخورین. دوباره 3 ساعت بعد نهاره، پس 7 صبح صبحانه خوردیم. 10 زنفیوزتون رو میخواییم بخورین. 3 ساعت بعد که میشه ساعت 1 دوباره باید قانون PFC رو اجرا کنیم. حالا شما مثلا برنج و مرغ میخورید. خب مرغ میشه پروتئین، برنجش میشه هیدرات کربن، یه مقدارم روغن زیتون روش میریزین یا حالا با کمی روغن درست میکنیم. این هم میشه 3 ساعت بعدی. دوباره عصر از ساعت 1 3 ساعت بعدش رو حساب میکنین. دوباره مرحله زن شیپ هستین، 2 تا قرص زن شیپ رو میخورین ربع ساعت یا نیم ساعت بعدش. دوباره زن فیوزه. توی زن فیوز قانون PFC به خوبی اجرا شده.
و شما زنفیوز رو که میخورین 3 ساعت بعدش باید شامتون رو بخورین. این میشه یک روزتون که دیگه بر اساس این خودتون اجرا میکنین. ولی ورزش حتما باید تو برنامه‌تون باشه، امکان نداره که شما بخواید ورزش نکنین و شکل دهی عضلات صورت بگیره. پس حتما باید ورزش، اونم ورزش‌های درست و اصولی رو پیاده بکنین. حبوبات و برنج قهوه‌ای و گوشت هم که گفتیم اضافه شد، اما لبنیات همچنان ممنوع هست. وارد فاز سوم میشیم. فاز سوم یا فاز پیشرفته. اینجا بازسازی ماهیچه ها صورت میگیره. گفتم که ما کل درسته از واحدهای سازندش اسید آمین است. حالا بازسازی ماهیچه، واحد سازنده ماهیچه هم اسید آمین است. پس توی این فاز که فاز سوم هست و محصول ثابتش همون زنفیوزه، محصول یا مکمل پیشنهادیش زنفیت هست که زنفیت هم در 2 طعم ارائه میشه، شما کاری که میکنین زنفیت رو قبل از زنفیوز که میخواییم